درود دوستان و سروران، در خدمتون هستم. برای فال جدید با هم میپردازیم به این موضوع که در ارتباط با شما، شخص مورد نظر شما، ببینیم با هم دیگه دوستان عزیز چجوری دلش رو میبرین و چجوری زهرش. عزیزان دل، من مثل همیشه خوش آمد میگم به شما دوست عزیزی که تازه عضو کانال شدین. خیلی خوش آمدین یاران، صفا آوردین و من مثل همیشه سپاسگزار و قدرشناس تمام زحمات شما یاران هستم. ببینیم چه خبر از سر کارت ها و من اولین کاری که میکنم یک انرژی خانی میکنم از این شخص در ارتباط با شما. ببینیم که اول یک آماری میگیریم، بریم ببینیم که در ارتباط با شما چه خبر هستش، الان در چه حس و حالی هست، بعد ادامه میدیم به فالمون. امیدوارم هر جایی که هستین دوستان عزیز حال دلتون گل و بلبلی باشه. خب ببینیم با هم بام 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 بام. من کارت ها رو میچینم. بله. اوکی. خب دوستان توجه کنید، دوستان عزیز، من مسئله رو که اینجا دارم میبینم، من یک کارت دیگه این میون بریزم ببینم که بهتر بدونم چه خبر هستش اینجا. اوکی. خب من چیزی که دارم میبینم، یک سری شما در جدایی هستین، این قسمت دارم میبینم حرف از جدایی میزنه، یا اینکه اونقدر ناراحت هستین که مثل این میمونه که انرژی جدایی اینجا افتاده، یا مشکلاتی بی هست که این سردی بزرگی بین شما ایجاد شده. کسی که من دارم اینجا میبینم عزیزان، توجه کنید، در ارتباط با شما دارم میبینم که داره تحقیق میکنه، نه که تحقیق میکنه حالا بره پشت سر شما ببینه چه خبره تو زندگی شما چه میگذره، ولی دارم میبینم که اولا که داره مطالعه میکنه، خیلی از مسائل رو پیش خودش حلاجی میکنه، حل و فصل میکنه، یک سری از مشکلاتی که خودش با خودش داره، ترسایی که خودش داره، ترس، یه سریشون ترس از این دارن که در یک رابطه باشن که در اون خیلی مسائل به قول معروف روتین وار باشه، روزمره باشه، روزمرگی باشه. میترسن با شما عزیزان دل به یک ثباتی برسن که دیگه در این ثبات دیگه نتونم ازش به قول معروف بهره ببرم، شاد باشم، بلکه همه چیز یکسان و یکسان باشه. مشکلی که من اینجا دارم میبینم دوستان عزیز این هستش که پس این شخص دارم میبینم که داره یک سری از اون مسائلی که خودش بهش ایمان داشته و اعتقاد داشته داره تحت سوال میگذاره در ارتباط با شما. شاید من اشتباه کنم، شاید من باید برم بیشتر بدونم، ولی کسی هست که حرفم نمیزنه، مثل که خودشو مخفی کرده باشه، چون من اینجا مشکل مکالمه رو این وسط دارم میبینم. شما عزیزان دل، حالا یا در ارتباط با این شخص هست که دل شکسته ای دارین، یا اینکه دردهایی رو در گذشته با خودتون دارین همواره میکشین و میارین و این شخص هم متوجه شده، منتهی مرتبه متوجه شده که شما خیلی نسبت بهش هم تغییر کردین، تغییرات مثل که در رفتار شما ایجاد شده که این شخص دارم میبینم که متوجه هست. حالا توجه کنین دوستان، ببینین رابطه ای هستش که دارم میبینم که مثل این میمونه که از نظر مکالمه ای شما با هم دیگه مشکل دارین، یعنی که به طور کلی مکالمه ای وجود نداره، یا اگر مکالمه ای هست مکالمات مبهمی هست. اینایی که دارم بهتون میگم از نظر این شخص هستش.
اوکی، از نظر این شخص، شخص مورد نظر شما، عشق شما، دوست شما، هر کسی که میتونید در این بگذارید. من مسئله که میخوام ببینم دارم میبینم این هستش، اونایی که در روابط احساسی هستین با هم دیگه دوستان، توجه کنید این شخص فیزیکی به شما تمایل بسیار زیادی داره و یک موقعیت خوبی شما رو میبینه و اینو در موردش هیچ وقت با شما حرف نمیزنه چون راز هست براش. میدونه که برای سریاشون میدونن که با شما میتونن بدون اینکه کسی بفهمه به هر حال یک رابطه فیزیکی داشته باشن، ولی کسی نفهمه من و تو با هم دیگه یک رابطه فیزیکی داشته باشیم. بدون این اگه با این شخص شما رابطه جنسی داری، واقعا خوشش میاد، تمایل داره و این رو به همه چیز ترجیح میده. به همه چیز حرف زیادیه که دارم میزنم، ولی خب براش واقعا مهم هستش. برای یک سری از افراد رابطه فیزیکی از همه چیز مهمتر هست. برای این شخص رابطه فیزیکی مهم هستش و دوست داره. خب حالا یه نفر رو بیارین که دوست نداشته باشه. اوکی، و اما ببینیم اون طرف چی میگه. اون طرف میترسه که حتی ارتباط زیاد با شما، چون خودش به نتایج نرسیده، داره خودش رو تحت اون معیارهاش رو تحت سوال میگذاره و تا جوابی رو نگرفته میترسه که در ارتباط با شما دوستان عزیز بخواد یک حرف بزنه، یک کاری رو انجام بده که به شما یک امید و امیدی بده که نتونه از پسش در بیاد بر بیاد. بنابراین فرصت بدین به این شخص دوستان، اگر که با هم دیگه هستین بذارین ببینین با ریتم خودش جلو بره، چون دارم میبینم روی خودش داره کار میکنه در ارتباط با شما. خب حالا من اینا رو برای شما خوندم، بریم سراغ این که چه چیزی شما هست که دلش رو میبره و چه چیزی از شما هست که زهرش رو میبره. یه مثل همیشه دوستان من یک عدد شناسی میریزم و کارت های دیگه میریزم، دوتا کارت اینجا، دوتا کارت اینجا، کارت هایی که این ور اون ور میریزیم با هم دیگه کارت هایی هستن که برای دو جانب میگیرم، هم چه چیزی دلش رو میبره و چه چیزی زهرش رو میبره. خب من کارت عدد شناسی رو شروع میکنم، پس این قسمت دلش رو میبرین و این قسمت زهرش رو. خب ببینیم با هم دیگه زهر ترکش کردیم. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه دوستان. ببینیم چند لحظه با هم هستیم، چند دقیقه با هم هستیم، دقایق خوبی رو بگذرونیم. باز هم تاکید میکنم این فالها فالهای عمومی هستن، آن چرا که به شما میخوره واسه خودتون برداریم و اون چیزی که نمیخوره رو بذارینشون کنار. اوکی، و ما ببینیم کارت های دیگر رو با هم دیگه چه چیزی دلش رو میبره و چه چیزی زهرش رو میبره. یه کارت خودش افتاد اینجا، خیلی خود جوش. خب دوستان کارت ها رو من اینجا برای شما گذاشتم، ببینیم با هم دیگه چی بهتون میگم. من یه کارت دیگه هم براتون میکشم از این دست کارت ها و ببینیم چه چیزی دلش رو میبره و چه چیزی هم زهرش رو. این گربه مرتضی علی مونم میذاریم اینجا، بله اینا رو هم میذاریمشون این وسط که اینا مخلوط نشن با هم دیگه، اینا هم میذاریمشون، میذاریمش اینجا. همه این کارت ها رو من ببینم توی دوربین به چه صورت هستم، احساس میکنم که دوربین آنچنان مشخص نیستم، برای همین اوکی من این کارت ها رو اینجا اینجوری میذارم براتون ببینیم چه خبر در کارت ها. دوستان از شخص از دلشو میبرین با فضول بازیاتون، دلشو میبرین از اینکه میبینه که شما فضول هم نه کنجکاو هستین. در واقع شما استقلال شما رو خیلی ازش خوشش میاد، اینکه شما مدام در حال یادگیری هستین، مدام در حال
به هر حال پیشرفت هستی. حالا پیشرفت وقتی که من میگم یعنی اینکه پیشرفتی نیستش که من سوار جت بشم، به هر حال من کنجکاوم، من فضولم. سرک میکشم ببینم دنیا چه خبر هستش، اگه قرار باشه چیز رو یاد بگیرم یاد میگیرم. مثل این کسی میمونه که اینجا دارم میبینم که شما رو از اینکه بخواین یه چیز رو شروع کنیم نمیترسین، بلکه خوشحال هستین. باش اوکی، یک مقدار ممکنه ترس و استراب داشته باشین، ولی خب خوشحال هستین از یاد گیری. جرأت در شما میمونه. میدونید که جرأت با شجاعت متفاوته. شما یعنی اگر یک مسئله مد نظرتون باشه تا تهش میرین و جرأت دارین. شادم بترسم ولی کاری رو که باید انجام میدم. و اینکه در ارتباط با خیلی از مسائل سکوت میکنین، حرف نمیزنین. این مسئله چی هستش؟ خوشش میاد، دوست داره، دلش رو میبرین که در مورد خیلی چیزها رو بروش نمیارین. در واقع سکوت میکنین در مقابلش. خب و حتی برای یک سری ممکنه رابطه شما رابطه مخفی باشه و این مسئله خیلی هیجان آورتر براش هست. از چه چیزی دوستان عزیز شما میترس؟ یعنی زهرش رو میبرین دوستان. مسئله که میترسونتشون این که میترسه که شما عزیزان دل یک مقدار انرژیتون از بین رفته باشه در این رابطه. چیزی که دارم میبینم که واقعا زهرش رو میبره. میترسه که واقعا عزیزان دل شما یک روزی ترجیح بدین که به مسائل خیلی پیش و پا افتاده تر بخواین برسین و بیشتر به خودتون بخواین فکر کنین و یه زمانی هم اینقدر آینده نگری میخواییم بکنین که در واقع زمان حالا زندگی نمی کنین و هر کاری که بخواین انجام بدین بنابر اون مسئولیت هایی باشه که درش هستین، نه اینکه بخواین به آزادی فکر کنین. ببین میترسه از این. ببینین این سرفر رو میبینین دوستان، کسی که داره سرف میکنه چقدر سکسی و جذاب هستش. میترسه از این که شما، ببین بهتون گفتم اینجا کنجکاو هستین، خوشش میاد، ولی از این که بخواین با از این کنجکاویتون مثلا یه جور دیگه استفاده کنین، دلبری های دیگه ای بکنین. خب و این که میترسه از این که شما با اون یعنی ظاهر زیبایی رو که دارین دیگران رو به سمت خودتون بخواین جلب کنین. و اینجا چیزی که هستش حرف از درایت میزنه، از اینکه شما شاید خیلی خیلی هم بخواین در ارتباط، حالا در واقع در ارتباط با این شخص بخواین صبوری کنید. میترسه که درایت شما آنچنان باشه که این به پای و گرد شما نرسه. چند چیزایی که من بهتون گفتم یه مقدار اینجا سه تا حرف متفاوت داره برای من میزنه. خب میگه این که ببینین از این میترسه که شما عزیزان دل یک روزی به نظر من این سه تا کار این هستش که از دستش خسته بشین، از این کارا خسته بشین و از این کارا حالا چه کاری انجام میده اون بهتر خودتون میدونین، از شرایطتون خسته بشین و درایت در این باشه که من برم جای دیگه و من برم مسائل دیگه، افراد دیگه هم هستن که سکسی تر و خوشگل تر از این طرف هستش که مثلا شرایط من با این یک شرایطی هستش که بوی بد میده. خب یا اینکه بر وقف مرادم نیست، چون شما رو میبینه اینجا کنجکاو، با اینکه خوشش میاد از این کنجکاوی و از این جرأت شما خوشش میاد، ولی یک جورهایی هم یک جاهایی هم میترسونتش که هوش و درایت شما برخلاف آنچه که خودش میخواد بخواد عمل کنه. خب حالا بریم ببینیم کارت های دیگر رو عزیزان چه خبر هستن. من از این قسمت از این کارت ها از این چیزای استفاده میکنم که از این دسته کاروت استفاده میکنم و از کارت های دیگه هم استفاده میکنم که با هم دیگه ببینیم که چه چیزی دلش رو میبره و چه چیزی زهرش. اوکی ببین کارت ها رو مخلوط میکنم دوستان اول و بعد کنوانسیونم رو میگم و بعد شروع میکنم به ریختن و از کارت های دیگه هم استفاده میکنم. مطمئن باشین در کنارش از کارت های دیگه هم استفاده میکنم. خب من اینم اینجا براتون میذارم. همچنین از کارت های توین فلیم هم استفاده میکنم. توین فلیم رو در دو قسمت استفاده میکنم. از کارت های ارکان های ماژور تاروت کبیر هم استفاده میکنم. این هم دو طرفه استفادهشون میکنم. دیگه چه چیزی میتونم استفاده کنم؟ از این کارت هم میتونم استفاده کنم. حالا کارت زیاد گذاشتم، ببینم آیا احتیاج هست به این همه کارت استفاده کردن یا اینکه کافی هستش. خب
بریم ببینیم که دیگه از چه چیزی شما خوشش میاد دوستان عزیز. اوکی؟ و آخرین کارت هم براتون میذارم ببینیم آخرین کارت چی میگه. من این رو یه خورده اینجوری بذارم. خیلی خوب. اینا رو کنار هم گذاشتم. ببین دوستان توجه کنین از اینکه شما عشق دارین، مهر دارین، واقعا خوب دوست داره، از اینکه بهش توجه میکنین، از اینکه مطمئن هست به اینکه شما نسبت بهش احساس دارین این شخص و مهربان هستین و بخشنده و سخاوتمند هستین، این شخص واقعا خوشش میاد از این مسئله. مسئله که من اینجا دارم میبینم این که فاصله رو رعایت میکنین و برای رسیدن حق و حقوق خودتون و بعد در ارتباط با این شخص حاضر هستین به خاطر عشقتون بجنگین، به خاطر مسائل احساسیتون بجنگین دوستان. اگر دوستی هست، هر چیزی که هست، دارم میبینم که این شخص شما رو میبینه که واقعا حاضر هستین هر کاری که از دستتون برمیاد انجام بدین و اونجایی که باید فاصله بذارین فاصله میذارین. شما رو میبینه کسی که واقعا دوستان عزیز همیشه اون قله رو میبینین، اون بالا رو نگاه میکنین و اینکه تلاش شما این هستش که این رابطه برحال دوستی، این رابطه عشق برای اونایی که در روابط احساسی هستن به یک جایی بخواد برسه و اون بالا برسه. شما میبینه نمیترسین از اینکه بخواین تغییرات لازم رو انجام بدین و برای اینکه تغییر لازم رو بخواین انجام بدین دوستان دارم میبینم که شما رو خیلی متفکر و دانا میبینه و عاقل میبینه و میبینه که شما برحال در ارتباط با این شخص عزیزان دل برحال یک گذشته ای من اینجا دارم برای یک سری ها میبینم دوستان. در ارتباط با این شخص دارم میبینم که خیلی شما آنچنان عجله من اینجا نمیبینم، یعنی که همه چیز رو با یواش آرام و با آرامش و با توجه به شرایط شخص داریم انجام میدیم. از چه چیز شما دارم میبینم میترسه دوستان؟ توجه کنه یک غمی در گذشته شما بوده، دردی در گذشته شما بوده، حالا یا یک جدایی باش بوده یا یک عزای واقعی بوده، یک مسئله‌ای که دارم میبینم که در گذشته شما شما رو یک مقدار شاید دچار چجوری بهتون بگم، یه مقدار دوستان باعث شده که شما حرفتون و کلامتون رو رک و راست بزنید. یک چیزهایی در گذشته زمانی که اتفاق میفته ما تصمیم میگیریم خودمون باشیم، الان اینجا به همین صورت هستش، اتفاقاتی افتاده در گذشته و اینکه دارم میبینم که اینجا مثل این میمونه که حالا من تغییر کردم، کلماتی بحثهایی شده بین من و تو شاید در گذشته که این مسائل میترسه، از کلام شما میترسه دوستان، از اینکه شما بخواید ببینید عملی که انجام میدین، با اینکه اینجا شما رو خیلی عاقل و دو درایت میبینه ولی یه وقتایی هم میبینه یک سری از مسائل ممکنه از دستتون خارج بشه و باعث ناراحتیش بشه. ممکنه اینجا یه سری شما با هم دیگه بحث و دعوایی داشتین و کلماتی که بین شما رد و بدل شده آنچنان خوشایند نبوده برای این شخصتون. اوکی، این مثلا میترسونتشون با اینکه شما رو بسیار زیبا میبینه دوستان، ولی همین زیبایی شما هم این درایت، این حالتهایی که شما دارین، اینا میترسونتشون که دلبری کنین جای دیگه ای باشی. خب و از اینکه ببینید یه سری ها هستن که میترسن از اینکه شما باز هم ببینید عشق شما هم خوشش میاد دوستان و هم میترسونتش عزیزان دل، هم دوست دارم که میدونم خیلی راضی هستم از اینکه تو به من احساس داری ولی یه وقتای احساسات تو منو لبریز میکنه و منو غرق میکنه، خفم میکنه این احساسات. و یک سریاتون خیلی معنوی هستی، این از اینکه شما خیلی خیلی به معنویات دوستان روی آوردین هم من دارم میبینم که میترسونتشون. یه سریاتون دیگه دوستان عزیز یه جای دیگه هم نمیتونه، شاید احساس میکنه که یک جاهایی یک ارزشهایی متفاوت هستن، اون ارزشها ارزشهایی نیست دوستان عزیز که
شما با هم دیگه تقسیم میکنین. مثلا بهتون میگم شما میخواین ازدواج کنین، اون نمیخواد ازدواج کنه. شما میخواین نمیدونم برین مدیتیشن کنین، اون مخالف مدیتیشن هستش. ارزش هایی رو ببینین، دارم میبینم که متفاوت با هم دیگه داریم و میترسی که همه این مسائل دست به دست هم زهرش رو میبره از اینکه یک کوکتل مولوتوف باشه. بعد اینکه ببینین که شما عزیزان دل شاید احساس میکنین که یه وقتی دیگه زندگیتون با این شخص باب میرتون نیست و اون شخص هم احساس خواهد کرد که نه، شاید خیلی تحت سلطه شما هستش، بلکه شما همجو عشق و همه کار رو میخواین با هم دیگه انجام بدین و اینکه میخواین به صورت ثابت. شاید یک حالت کسی بود که یواش آهسته داره در حال تفکر بود، اینجا داشتم میدیدم با احتیاط و محتاط و با درایت حرکت میکرد، ولی خب این درایت تا یه حدی خوبه، میترسه از این که بالاتر بره. آش وقتی که دوستان عزیز نمکش رو زیاد کنین شور میشه، کمش هم کنین خب بیمزه میشه. بالاخره یک حد و لیمیتی باید یک جایی رعایت بشه. ببینیم کارتای دیگه در ارتباط با این مسئله چی به شما میگه. ببینیم با هم این قسمت چی بهتون میگه. اوکی، ببینید دوستان توجه کنین، مسئله که اینجا دارم میبینم که واقعا دلش رو میبرین که شما توی یک درد خاطر نمیبینین. شما این حالت قربانی بودن و جوجه اردک زشت بودن رو از خودتون دور کردین و نیستین اینگونه و اینکه به راه موفقیت ادامه میدین و اینکه در پتانسیل رابطتون با این شخص باور دارین و حرکت میکنین. شما رو خیلی مستقل و خوب هم میبینه دوستان این شخص و اینکه و جای دیگه که من دارم میبینم از نظر شغلی، از نظر دوستان زندگی روزمره‌تون میبینه شما خیلی آدم دینامیک و فعالی هستین و این مسئله واقعا براش قابل احترام و خوب هستش. احساسم که هست عشق اینجا که هر کاری هم در ارتباط با این شخص شما انجام میدین با عشق و دل و جون انجام میدم. تو یک بیگانه نیستی که من بخوام هر از تو فاصله بگیرم. اینجا با وجود اگرم خسته باشین، اگرم نگران، هر چیزی که باشه دوستان دارم میبینم که اینجا شما اگر در ارتباط با این شخص دوستان کاری رو بخواین انجام میدین، کار رو خیلی خوب قشنگ انجام میدین و اینکه دارم میبینم که به هر حال اون تمایلی که بین شما وجود داره و اون گرایشی که بین شما وجود داره و لحظات بسیار خوبی رو که این شخص در ارتباط با شما دارم میبینم که میگذرونن. ما برای این چیزا از نظر ذهنی شما این شخص رو آزاد میکنین دوستان. اوکی، یعنی اینکه یک سری از شفافیت ها رو برای جلوی پای این شخص میگذارین. اون چرا که میترسوندش. ببین دوستان ببین همش ترس از یک مسئله داره عزیزان دل که با هم ارزش نباشیم و اینکه یا شما خیلی در مورد این شخص سختگیر باشیم و که این سختگیری ها باعث بشه که اون هم خسته بشه. بالا فکر میکرد که شما ممکن است خسته بشین، اینجا فکر میکنه که اون هم میتونه خسته بشه از این بابت، از این بابتی که این همه به هر حال عشق و مهر و یک کلام بدی داشته باشه، خواسته هامون با هم دیگه مطابقت نکنه، با وجود تمام مسائل خوبی که من در ارتباط با تو میبینم و دل منو میبری، یک جایی زهرمو داری میبری. یه جاهایی من احساس میکنم که من نمیتونم به خواسته های تو پاسخ بدم و اینکه تو به خواسته های من پاسخ نمیدی. خب و من میترسم از اینکه درک متقابلی بین ما اینجا وجود نداشته باشه و با وجود احساسی که من به تو دارم مجبور بشم که خیلی از مسائل زندگیم رو ترک کنم فقط به خاطر گل روی تو. اوکی، این مسئله خیلی زهرش رو میبره دوستان. خب حالا بریم ببینیم کارت های دیگه چی بهش میگن.
بام بام تا من بشم کارت ها رو پیدا کنم، تا گوساله گاو گردد دل صاحبش آب گردد. اوکی این از این هم که دستم گرفتم، اینم از این. آهان اینجا یادم رفته بود یکی از این کارت‌ها رو بذارم، حالا مهم نیستش، اشکال نداره، برای این قسمت حتما این کارت‌ها رو میذارم دوستان. ببینین دوبار واو آه خیلی زهرش رو میبریم یه جاهایی، ولی همونجور هم خیلی هم دلش رو میبریم یه جاهایی. ببینین دوستان عزیز، این شخص در ارتباط با شما، واسه نگاه کنم این قسمت رو هم براتون نگاه کنم. به 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 این طرف یه مقدار اخ اخ، این طرف واقعا چه به به، واقعا چه به به. دوستان توجه کنین، ببینین دوستان عزیز، این شخص شما من احساس میکنم که در برهه از زندگیش خیلی کمکش کردین، خیلی کمکش کردین که با عشق با احساس که زندگیش بهتر بشه، یا اینکه خود این شخص زمانی که وارد با شما آشنا شده یک دوره سختی رو پشت سر میگذاشته و اینکه شما دارم میرم با عشق و علاقه در کنارش بودی. ببینین بسیار، ببین قلب به این درشتی براتون افتاده، دیگه چی بهتون بگم. و همچنین دارم میبینم که خودش هم متوجه هست که تفاوت‌های بین شما هستش، و این تفاوت‌ها بیشتر جذاب هستن، بیشتر گرایش داره به این تفاوت‌ها دوستان که بین شما هستن. و اینکه ببینید این کارت، کارت چه چیزی هستش عزیزان دل؟ کارت کسی هستش که از نظر فیزیکی هم به شما خیلی خیلی تمایل داره. حالا یا که اگر دوست هستین خیلی شما رو جذاب می‌بینه، اگر که احساسی هستین که ببینین که به سمت شما خیلی تمایل داره. آدمی من دارم اینجا میبینم دوستان عزیز که ببینین دست این که شما، ببینین شما از این به این شخص اهمیت میدین و این که احساس میکنه که جزئی از افراد مهم زندگیتون هستش، خیلی دوست داره، و این که شما مثل یک لنگر میمونین به این شخص، برای این شخص دوستان. خب که برای سریا، ولی اینکه الان مثلا بینتون شکرام و هم شده باشه دوستان، دارم میبینم وقتی که میخواد به یک ثبات برسه دوستان عزیز به شما فکر میکنه، آدمی هستش که دارم میبینم که شما همون جوری که هستین میپذیرینش، با دردهاش، با زخمهاش، با گریه هاش، حتی ممکن این شخص در کنار شما دوستان عزیز گریه کرده باشه. من اینجا رو دارم میبینم، این کارت دارم میبینم، شبیه در کنار شما گریه کرده باشه. و اینکه شما با عشق با علاقه دوستان عزیز ازش حمایت کردین، و این واقعا برای این شخص فراموش ناشدنی هستش. اونایی که عزیزان دل کراشتون هست این شخص، بدونید که دوستان عزیز با اینکه تفاوت‌های زیادی بین شما هستش، و اون شخص زمانی شما با شما مواجه شده که زمانی شاید پر از استراب از زندگیش بوده، ولی دارم میبینم که همین کراشی که رو شما روش داشتین و اون روی شما داشته، توجه کنید که حال این شخص خوب میکرده و احساس می وجود میکرده در ارتباط با اون چه که حالا میترسه. دوستان عزیز توجه کنین چه چیزی زهرش رو میبره. این هستش که شما خیلی شاید یک جاهایی میخواین با هم خیلی کارها رو انجام بدین، و این از ببینین آدم از ببینین دوتا کارت به من میگه میترسه از این که یک اسم یک کلمه روی یک رابطه باشه، از اینکه من و تو به هم دیگه بچسبیم، از اینکه من و تو بخوایم همه جا همه کار رو انجام بدیم، از اینکه یک سری از مسائلی که توی زندگی من هستن من باید به خاطر تو تغییر اساسیشون بدم و نمیدونم قادر هستم که تغییر بدم یا نه. ممکنه اگه دوستان عزیز چیزی که این شخص ضررش رو میبره، اگر فرزند داره دوستان عزیز، فرزندی یک شخص دیگه‌ای که دور و بر هستش، دوستان توجه کنین که
این مسئله رو میترسونتش از حضور شما، برای که شاید اون شخص با شما مشکل داره. ببینید یک سری از شما عزیزان دل ممکنه عصبانیت‌های واقعا انفجاری داشته باشین که این شخص رو میترسونه. میترسه از اینکه یک سری از افراد هم زهرش رو میبرین، از اون که با یک سری از افراد دور و برش هم آنچنان شما همخوانی نداشته باشین. این ازش که زهرش رو میبره. به هر حال چیزی بود که میتونستم بهتون بگم دوستان عزیز. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز و روزگار خوش و تا فال دیگه، خدا نگهدار.